هر صبح با صدای ناقوس واسه همه ایزدان جزیره تایوان اودا انبر روشن میکنن. اهالی پیرتر محله جینگمی که مثل خیلی ها تو تایپه صبحشون با قدم و گپ و گفت شروع میشه. لین چیمینگ 71 سالشه، یکی از اوناست و روایت زندگیش یکی از میلیون ها روایت مشابه. پدرش کارمند جمهوری چین بود که کمونیستا تو جنگ داخلی چین سال 1949 سرنگون کردنش. پدر لین و 2 میلیون نفر دیگه فرار کردن تایوان و جمهوری چین رو به تایوان آوردن که بعداً دموکراتیک شد. لین البته یه عمو هم داره که اون عمو تو چین موند و از قضا به خدمت ارتش چین کمونیستی در اومد. و دو تا پسرمو که اونا هم مثل پدر خودشون سرباز ارتش جمهوری خلق چین شدن. آقای لین تو تایوان مدت هاست که پسرموهاش در چین رو ندیده جز به قول خودش تو خواب. میگه سال هاست گاهی خواب میبینه کسی در خونش رو تو تایپه میزنه. وقتی در رو باز میکنه پسرموها با تفنگ و یونیفرم ارتش چین پشت درن. تا به هم نگاه میکنن از خواب میپره. اگه تا همین چند سال پیش کم کسی این کابوس رو جدی میگرفت، حالا دیگه هیچ کس نیست که فکر کنه تعبیری نداره. حالا که از تپه های سرسبز جینگمی تا گوش و کنار تایپه تا دوردست های تایوان صدای ناقوس معابد تقریبا هر روز تو هیاهوی چرخ دنده ها گم میشه. تو ماجرا تاهباز تایوان.